شنیدید میگن فلان لوطی مثلا طیب تو یه لحظه توبه کرد و شد از خوبا، یه لحظه توبه کرد و شد از خوبا. من یه دقتی کردم تو این تیپ آدمایی که خیلی بد بودن بعد یه دفعه اومدن خوب شدن، یه وجه مشترک اینا دارن. آقا عرق خوره، چاقو کشه، همه کار است، یه لحظه ای توبه میکنه، آی توبهش میگیره. چرا؟ همه تو زندگیشون یه چیزی رو تجربه کردن، قدرت داشتن، بعضی وقتا هم از این قدرتشون استفاده کردن، نزدن. برا جوجه نمیزنیمت، لوتیه دیگه، نمیترسه که از کسی، لوتیه. بعضی وقتا بخششای گنده داشته، این نیست خودش لوتیه. بعد فکر میکنه خب خدا هم لوتیه دیگه، بعد قدرت داره. گفتم نزن نمیزنه دیگه. بعد میگه گفته میبخشه، پا بخشیده. اینقدر مطمئن میگه، بلند میشه و خدا هم میفرماد من پیش حسن ظن بنده خودم هستم. لوتیوار گفت خدا ببخش، میتونی بزنی؟ نزن. میگه خدا منو بخشید. آقا از کجا میدونی؟ ما این همه شک داریم خدا منو بخشید یا نه، سر سجده داریم خودمون میکشیم. گفت خودتو بی خود نکش، خدا که دیگه وضعش هم من خراب تر نمیشه که من لوتی من یکی رو بگم نمیزنم نمیزنم دیگه. اونم گفته نمیزنم نمیزنه دیگه. اونم گفته نمیزنم نمیزنه دیگه. میترسم شما اینجا بری لوتیگری رو خدا حساب نکنی، اینجا خواستی بری یا دوباره دل نکنی خدا بخشید یا نه. او خود بخشید دیگه، گفت شب 23 بیا، اومدم دیگه. ما چی کار رات میکردن؟ بخشید دیگه، اومدم دیگه. ما چی کار رات میکردن؟ بعد تازه گفتش که من همه گناهاتو تبدیل به ثواب میکنم، الان من یکی از اولیای خدا. بعد اگه گفتم پس چرا بازم داری گریه میکنی، بگو آخه تا آخر عمر شرمنده شم. بگو خود بخشید دیگه. فرماد من پیش حسن ظن بنده خودم هستم. دوباره دل نکنی خدا بخشید یا نه.